دولت آقای کرزای، دولت موجود افغانستان ناشی از یک پارتنرشپ و یا مشارکت مساعی با جامعه بین‌المللی است. در جاهایی که جامعه بین‌المللی و آمریکا با ما همکاری کرده، در امکانات در اختیار ما قرار داده، مثلا اردوی ملی افغانستان، مثلا معارف افغانستان، مثلا بهداشت افغانستان، ما در اونجا دستاوردهای داشتیم، موافقتهای داشتیم. در موردی که توجه کافی دنیا نبوده، در اون مورد ما کاستی های هم داشتیم. پلیس افغانستان یک مثال است، مثلا مثل از دیگه نظام عدلی و قضایی افغانستان یک مثال دیگه است. با این دلیل ما در این مورد کوشش امی است که در بعد از این وقتی که استراتژی نو اتخاذ میشه، در جاهایی که کاستیا بوده، مثلا توجه به عرصه زراعت، مثلا بهبود نظام عدلی و قضایی در افغانستان، بهبود عمومی حکومتداری، با هم مشترکاً کار کنیم و این را با هم حل کنیم. در غیر از او اگر کوشش شوه که تنها کردیت کارهای خوب به یک طرف بره و ملامتی کارهای بد به طرف دیگه بره، این را ما را به جای نمیرسانم. کابینه کی فکر میکنید اعلام بشه؟ عجله مخصوص در تشکیل از اون نیست. من فکر میکنم در خلال 2-3 هفته آینده تشکیل خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اشاره میکرد که تو صحبتش ما قصد اشغال افغانستان رو نداریم، تلاش اون هست که به رنج و مهنت مردم افغانستان پایان بدیم. به صحبت های رئیس جمهور آمریکا گوش کنیم. America seeks an end to this era of war and suffering. We have no interest in occupying your country. We will support efforts by the Afghan government to open the door to those Taliban who abandon violence and respect the human rights of their fellow citizens. همونطور که شنیدید، پرزیدنت اوباما تاکید میکنه که از تلاش‌های دولت افغانستان که من فکر میکنم از سال 2004 آغاز شده برای الحاق عناصری از طالبان که به قول رئیس جمهور آمریکا خشونت رو نفی میکنن و به حقوق بشر احترام میذارن، استقبال میکنه. طالبان و حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار رد کردن استراتژی رئیس جمهور رو به شدت مورد حمله قرار دادن. تا چه حد امیدوار هستید که این استراتژی در این رویکرد مؤثر باشه در جلب طالبان؟ دلیلی که طالبان با عجله و حزب اسلامی او را رد کردن ترس از اونها است. واقعا یکی از جنبه های مبارزه با طالبان و خونسا ساختن فعالیت های اون یکی همی است که ما پیشرفت‌های محسوس در قسمت آوردن یک تعداد از قوماندانان طالبان به طرف حکومت و همچنان داشتیم. اما کسایی که علناً اعلامیه صادر میکنن و رد میکنن که ما مخالف ازی هستیم، صمیمانه براتون بگویم که در خفا میفرستن نماینده و میخواین صحبت کنن. یعنی امیدوار هستید که در آینده نزدیک اتفاق خاصی رخ بده؟ ما امیدوار هستیم که در پالیسی دولت افغانستان که دارای 3 مرحله است، ما با یک طالبای کنا موقف تند ایدئولوژیک در مقابل دولت افغانستان، در مقابل قانون اساسی افغانستان و جامعه جهانی دارن، باید برخورد نظامی شود. با او تعداد از طالبایی که یا به خاطر پول یا به خاطر بدرفتاری حکومت افغانستان یا به خاطر بدرفتاری نیروهای بین‌المللی آزرده شدن و به طرف دشمن رفتن، ما اونا را میخواییم که از طریق صحبت به این طرف بریم. اما یک قسمت قابل توجهی از طالبا، بیشتر از 60% از اونا جوانای بیکار هستن که برای اونا باید ما کار خلق کنیم، برای اونا یک امید ایجاد کنیم. ما امیدوار هستیم که امید سه پالیسی با هم بتانه که خشونت در افغانستان کاهش بده. رئیس جمهور آمریکا صحبت میکرد از اینکه هیچ علاقه نداره به کشورسازی در افغانستان و تاکید میکرد اگر چنین قصدی وجود داشته باشه، بیشتر دوست داره که آمریکا رو در واقع به بازسازی و ساخت آمریکا بیشتر دست بزنه. بخشی از صحبت های پرزیدنت اوباما گوش کنید. That's why our troop commitment in Afghanistan cannot be open-ended. Because the nation that I'm most interested in building is our own. جواد، تا چه حد این نگاه رئیس جمهور آمریکا واقع بینانه است، اینکه ما به دنبال استراتژی کشورسازی نیستیم، بازسازی افغانستان در توان ما نیست؟ این کاملا واقع بینانه است. حتی در گذشته هم وقتی که شعار بازسازی افغانستان و یا ساختن ملت سازی و یا دولت سازی در افغانستان ارائه می شد، در عمل در این مورد کار محسوسی واقعا نشد. افغانستان به مقایسه بسا از کشورهای دیگه که از بحران بیرون می آیند، کمترین امکانات برای ایجاد نهادهای دولتی در گذشته به دست آورد. به این دلیل ما خوشحال هستیم که
رئیس جمهور اوباما واقعا پالیسی امریکا را با صداقت و صمیمیت مطرح میکنه. ما از موقف و موضع رئیس جمهور اوباما مخصوصا در تعیین پالیسی به می دلیل و مخصوصا خوش هستیم که در او یک نوع واقع بینی مخصوص و یک ریالیزم محسوس وجود داره و ما از این استقبال میکنیم. نگران نیستید که آقای اوباما تصمیم به این گرفته باشه که بخواد افغانستان رو رها بکنه؟ همچین نگرانی الان در افغانستان وجود نداره بعد از این شنیدن این صحبت ها؟ تعهد نظامی آمریکا احتمالاً در آمریکا در افغانستان دائمی و ماندگار نیست، اما ما امیدوار هستیم که دوستی سیاسی و رابطه مردم افغانستان با آمریکا یک رابطه دائمی باشه. در مورد استراتژی منطقه‌ای، اونچه که من می‌دونم خود شما هم انتقاد داشتید که در سیاستی که آقای اوباما تبیین می‌کنه استراتژی منطقه‌ای چنان کارایی تعریف نشده، جزئیاتش خیلی روشن نیست. بپیچید در مورد پاکستان اشاره می‌کنید و اگر موافق باشید بخش صحبتی رو از جمهور آمریکا رو گوش بکنیم که اشاره می‌کنه به طور تلویحی به نظر بنده که پاکستان، هند و شاید ایران رو مطرح می‌کنه که این کشورها که به دنبال سلاح کشتار جمعی و سلاح اتمی هستند در واقع امنیت به ارمغان نمیارن، امنیت در شرایطی به وجود میاد که بتونن این سلاح‌ها رو نفی بکنن. بخش از صحبت پرزیدنت اوباما رو گوش کنیم. Every nation must understand that true security will never come from an endless race for ever more destructive weapons. True security will come for those who reject them. آیا جواد، صحبت از این بسیار بود که ایران در این استراتژی بر افغانستان براش جایگاهی تعریف شده بود. آقای هولبروک از این قضیه سیاست صحبت می‌کردش. هیچ صحبتی از نقش ایران نیست. تا چه حد این قضیه واقع بینانه است که اشاره به ایران نشه، در صورتی که آقای هولبروک بسیار تاکید می‌کرد که مهمه که ایران رو در این استراتژی توفیق در افغانستان در نظر گرفت. ما گمان میکنم که تنش‌های اخیری را که در رابطه بین ایران و آمریکا به وجود آمده، مخصوصا در مسئله سلاح اتمی، باعث شده که در این سخنرانی برخلاف استراتژی 3-4 ماه گذشته مسئله همکاری منطقوی کنار گذاشته شود. با دو دلیل: اولی که رابطه با ایران تیره شده نسبتاً، و دوم ما فکر میکنم که پاکستان هم نگرانی از این نشان میده که وقتی که ما از یک راه حل منطقوی صحبت میکنیم به نحوی یک نقش قویتر برای هند قائل میشیم. و این دو دلیل ما فکر میکنم که اشاره به پالیسی منطقوی که در واقع یک بخشی از سیاست خروج تدریجی آمریکا از افغانستان است، از این استراتژی کنار گذاشته شده بود.